بله، در ارتباط با آزار رساندن به دیگران صحبت میکنیم. بحث خیلی مهمی است. بعضی از افراد هستند که به گونه قصدی میخواهند که آزار به دیگران برسانند. این موضوعی هست که یک بیماری گفته میشه. در این ارتباط صحبت میکنیم. بانو هیله شمس روانشناس در این بحث با ما هستند. صبحتان بخیر، خیلی خوش آمده. السلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سلام خدمت بیننده های محترم، انشاءالله که صحت سلامت باشه. بسیار خوش آمدین بانو شمس. تشکر. بین از یک چراغ آغاز بکنیم. چرا بعضی افراد اشخاص دوست دارن که برای دیگران آزار برسانن و از این کار خود هم لذت میبرن؟ خب، آزار رساندن به دیگران در اصطلاحی که روانشناسی داریم ما اونا به نام میگیم سادیسم. بله. و افرادی که بیماری را دارن به نام سادیست یاد میشن. سادیسم به معنای دیگر آزار دادن دیگران و لذت بردن از آزار دادن بر دیگران از طرقهای مختلف میشه، مثلا از طرقهای ذهنی یا روانی، از طرقهای جسمی و از طرقهای جنسی. بیشتر افرادی را که اذیت آزار میکنن با همین سه شیوه اذیت آزار میکنن. خب، دلایل بیماری سادیسم میشه سه موضوع عمده در دخیل هست. افراد که دچار بیماری میشن، دلیل اول از اون میتونه ژنتیک باشه. یعنی خصوصیات از طریق وراثت انتقال بکنه. و ای در محیطی که زندگی میکنه رشد بکنه. دلیل دوم از بیشتر برمیگرده با مشکلات محیطی. اکثریت خانواده هایی که طفلا در خانواده کوچک هم هستن، مادر و پدر خیلی پرخاشگر می باشن، حتی لط و کوب می شن مادر از طرف پدر ها. و شاهد بودن اطفال در همین موقعیت ها می تونه که مشکل در نوجوانی بر این طفل ها ایجاد بکنه سادیسم، چون اینا امور و افتار را می آموزن، کسب می کنن. و یک موضوع سومی که باعث میشه مشکلات روانی هست. بعضا آسیب های روانی باعث میشه که زمین اساس بر مشکلات سادیسم نزد افراد باشه. بله. توجهی که از طرف خانواده ها صورت نمیگیره. مثلا شما یکی از زمین موارد روش صحبت کردین که در مرحله نوجوانی هست، فامیل ها در پیش روی طفلشان جنگ میکنن، گفتگو میکنن و این چقدر میتونه تاثیر منفی داشته باشه برای روانشان و باعث ایجاد همین مشکل. خب، در محیط خانواده یکی از محیط هایی است که باید برای همه امن باشه. در خانواده ای که بیشتر درگیری ها و ماجراهای لفظی و یا هم فیزیکی می باشه، دقیقا از همون طفولیت روی روان اطفالشان تاثیر گذاری داره. و این تاثیرات در مرحله ابتدایی طفل نمیتونه که او را هضم بکنه، زیر یک فشار روحی قرار میگیره، حتی به زبان هم موضوع را آورده نمیتونه. ولی بعضی موقعیت هایی میشه که طفل از خانواده خیلی خسته میشه، کوشش میکنه که بیرون بشه، از او محیط خود نجات بده. وقتی رجوع میکنه در اجتماع، دقیقا در اجتماع هم افراد متفاوتی هست که شکار یک فرد خود شد که او هم دچار اختلالات رفتاری باشه. و این چیزی که در خانه شکل گرفته و شاهدش بوده و در بیرون هم وقتی دچار میشه با دوستای مختلف، اینجا همون خصوصیات بیشتر در این شکل میگیره و باعث میشه که در زندگی روزمره شوره کاملا تبارز بده. افرادی که سادیسم دارن بیشتر رفتار پرخاشگرانه دارن، بیشتر رفتار ظالمانه دارن. حتی در واقعیت حادش میشه بگیم که رفتار جنایتکارانه دارن، چون اینا از اذیت و آزار دیگران خیلی لذت میبرن و آرامش روحی و روانی از اینجا به دست میارن. و این رفتار در گام های اول خیلی خطرناک نیست، به شکل یک خصوصیت میتونیم بگوییم، به شکل خفیفش باشه. ولی در وقت موقعیت هایی که حاد میشه، حتی باعث میشه که قتل از اینا سر میزنه، بالاخره آزار اذیت میشه، اینا حالت هایی است که به بیماری تبدیل میشه. در حقیقت خود اذیت و آزار رساندن به دیگران منشی اصلی و اساسی از لذت جنسی هست، خود در طفل خرد باشه و یا هم در بزرگسال باشه یا مؤنث یا مذکر باشه، ولی این در به خاطر لذت جنسی است، بیشتر از طریق فشار آوردن روی دیگران. افرادی که سادیسم دارن نه تنها خودشان با فشار آوردن، با مثلا از طریق ذهنی یا روانی یا جسمی بر دیگران میخوان لذت ببرن، حتی در موقعیت هایی که اینا شاهد چنین حادثات میباشن، مثلا از طریق دیدن فیلم ها خیلی لذت میبرن و بیشتر اینا شکنجه را دوست دارن. حتی در ارتباطات جنسی هم به میشکل اینا بیشتر از طریق زور و شکنجه پیش میرن و هی بیشتر برشان لذت بخش است که در ذات خودش بیماری هست. بله، سادیسم یا
آزار رساندن به دیگرا انواع اقسام مختلف داره. ما مثلا بعضی از افراد اشخاصی که مثلا دست به همچون کارهای میزنن و زمانی که برشان روبرو میشی میگی چرا دیگرا را آزار میدی؟ چرا به سر کوچه استاد میشی؟ چرا دان مکتب استاد میشی؟ میگه ولی کار نیست و ما دیگه کار نداریم. باید از اینمی کار بکنیم، دیگرا را آزار بتیم و از این کار خودم لذت ببرم. یکی از علت‌ها نبود بیکاری در جامعه بوده میتونه؟ خب دقیقاً وقتی که یک فرد بیکار میمانه دیگه برنامه‌ای به زندگیش مشخصاً نمیداشته باشه، رجوع میکنه شامل یک گروهی میشه و او گروه بالاخره به خاطر از اثر بیکاری و فرصتی که هستن زیاد از نزدشان کار مشخص ندارن انجام بدن، در خیلی اینا میرن به یک برنامه جدید شروع میکنن، یا مثلا در خیابان ها اذیت آزار خانم ها را شروع میکنن، یا مست طفل ها را. نه تنها این سادیزم گفته میشه، حتی بعضا ما شاهد میباشیم که از اذیت آزار طفل های کوچک خیلی لذت میبرن و میگن که من خوش دارم که گریه میکنم، هر خوشم میاد وقتی گریه میکنم، بیشتر او را اذیت میکنن. بنابراین سادیزم در هر مرحله اتفاق میفته، در هر مرحله سنی و در هر موقعیت اتفاق میفته. مشخصا سه نوع سادیزم وجود داره. یک سادیزم ذهنی هست، یک سادیزم روان جسمی هست و یکی هم روانی هست. سادیزم ذهنی همو مرحله است که فرد با ذهن خودش تصویر می سازه، تصویرهای مختلفی را که بیشتر برش درد بده، بیشتر شکنجه شود، روح و روانش درد ببینه، این تصویرها را میسازن از خودش و یا هم فیلم های خیلی وحشتناک و دردآور میبینه. اما در سادیسم روانی بیشتر از طریق نگاه های بسیار اذیت کننده، از طریق الفاظ بسیار زشت، مثلا بعضی کسان ما شاهد می باشیم در بعضی مجالس خیلی حرفای پوچ میگن، خیلی عامیانه بگویم خیلی حرفای میگن که اصلا به دیگر رو قابل تحمل نیستن، و همچنان از طریق از اینکه دیگر رو میخواین بیشتر یک در یک جمع به مسخره بکشانن و اونا رو توهین تحقیر بکنن. این مرحله روانی می باشه که در حد متوسط است. اما سادیزمی که در مرحله حاد قرار داره و سادیزم جسمی هست، نوع جسمی، اینو بیشتر فرد از لط و کوب، خشونت ها استفاده میکنه، شکنجه میکنه، حتی سوختاندن افراد جانب مقابلش و یا هم دیدن افراد به این شکل لذت میبره و تجاوزات جنسی و حتی در اخیر وقتی بالای افراد طبقه تجاوز میکنن، قتل جزء از خصوصیات افراد سادیست است که اینا منجر به قتل میشه و از او وضعیت هم خیلی لذت میبره. بله، بودن با چنین افرادی میتونه مشکل ساز باشه بر افرادی که سالم هستن از نگاه روانی؟ دقیقا، این افراد چون همیشه در پی آزار و اذیت دیگرها هستن خیلی خطرناک است، چون اینا از مرحله ابتدایی که گفتیم شروع میکنن از اذیت آزار ذهنی و روانی، بالاخره جسمی، در هر حدی که باشه بودن از آن امراض اونا دشوار هست و تاثیرات از این هم میشه که به دیگرها، به اطفالی که خردسال هستن اکتسابی باشه، اونا بیاموزن و رفتار از اینا رو تقلید بکنن انجام بدن و برای بزرگسالا هم غیر قابل تحمل میشه. این افراد باید شناسایی شوه و مراجعه بکنن. بله، بانو شمس، زمانی که یک فرد با یک مشکل سر دچار میشه یا با یک مشکل روبرو میشه، میگن امرای از اینا از ابتدا باید بسیار آرام آرام کار شد. پس این افراد آل مصاب شدن با امی بحث روانی گفتین. و چطور میتونیم که از کدام طریقه ما امرو از اینا پیش بریم تا اینا آماده ازی شوند دوباره بیان به جامعه و یک فرد سالم باشند؟ خب سادیسم یک مریضی جهانی هست، در همه کشورها وجود داره این مشکل. ولی امکان تداوی داره؟ امکان تداوی داره، درمان داره، به شکل که به شکل مشاوره هست، تحت نظر روانشناس باید باشه، درمان طولانی مدت نیاز داره. ولی چیزی که در سادیسم مهم است، ما باید زود تشخیص نکنیم. افرادی که سادیسم دارن یک مرحله مشخص 6 ماه را باید سپری بکنن، یعنی همین رفتارهایی را که ما نزد مریض سادیسم میبینیم 6 ماه منظم همین رفتار پیشش وجود داشته باشه و همچنان مریض به زبان خودش اقرار بکنه که من زیادتر دوست دارم دیگران را اذیت بکنم، من دوست دارم لذت میبرم از اذیتم، دوست دارم مثلا فلان شخص را در یک جمع تحقیر بکنم، کم بزنم و حالت روحی او را ببینم، چهره شای ببینم که چه قسم میشه. این افراد بیشتر اقرار میکنن این وضعیت را. اگر فردی
اجازه ها را اقرار میکنه و 6 ماه منظم دوریش تکمیل کرده، اینا نیازمند هستند که همراهشان کار شود تا زمانی که اینا مشکل خود بپذیرند. به خاطر بعضی وقتا با شوخی هم افراد می گپاره می. بله به خاطر گفتیم 6 ماه را منظم اگر طی کرده باشه تشخیص میتونیم که مشکل داره، اما اینا تداوی از اینا تا زمانی که خودش حس نکنه واقعا می رفتارش درد سر ساز است، واقعا این رفتارش برش خطرناک است یا هم بر دیگران خطرناک است، آماده نشه نمیتونیم مریض تحت درمان داشته باشیم. ولی یک وقت مریض آماده میشه یک راه خوبی برای درمان از اینا، درمان های مذهبی میتونه کمک بکنه. یه چی مدت زمان است مثلا نظر به مشکلشان مد نظر گرفته میشه یا نظر به ای که مدت مشخصی داره؟ دقیقا همه امراض روانی و بیماری های روانی میشه نظر به شدت مشکلشان و میزانشان، شدت مشکل و ای که چقدر مدت شده که همین مشکل برش ایجاد شده نظر به او درمان میشن. ولی اگر کسایی در مرحله حاد باشن اونا نیازمند درمان طولانی مدت هستن. بله در پایان در حدود 50 ثانیه اگر حرفی به گفتن داشته باشه. خب بحث هایی که اینجا شما دنبال میکنین دقیقاً بحث های اجتماعی است، همه افراد جامعه نیازمند هستند که موضوعاتی که ربط میگیره به روابط اجتماعی بشناسن، بفهمن، درک بکنن و افرادی که در کنارشان دارن اونا رو بشناسن. خیلی کمک کننده هست این موضوعات. کوشش بکنن همه هموطنای ما که وقتی فرد دچار این گونه بیماری ها میشه و اعراض علائم رو در اینجا میگیم اونا رو به شکل کمک بکنن از طریق ازی که صحبت بکنن برشان که این رفتارهایتون قابل تغییر هست، کمک شوه و انشاءالله که میتونیم افراد سالم در شما داشته باشیم. ممنون، شما سلامت باشین و شما هم حراس نداشته باشین از اینکه نزد روان پزشک مراجعه میکنین. فاصله اندک.